لیونل مسی تو دنیا برای فوتبال دریبل هایی که میزنه و گل هاش معروفه، ولی یه جنبه دیگه از لیونل مسی هم هست که اغلب نادیده گرفته میشه. بریم ببینیم چه جنبه ایه. ولی قبل از اینکه بریم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، چون اینطوری ما انرژی میگیریم و مطالب بهتری رو باهاتون به اشتراک میذاریم. مسی نه تنها فوتبالیست عالیه، بلکه یک انسان فوق‌العاده دلسوز و سخاوتمند هم هست. تو یکی از جملات معروفش میگه: بیشتر نگران اینم که یه انسان خوب باشم تا اینکه بخوام بهترین فوتبالیست دنیا باشم. وقتی بازنشسته شدم، امیدوارم از من به عنوان یک انسان خوب یاد بشه. تو سال 2019 تو بازی بارسلونا مقابل رایو وایکانو، مسی بعد از اینکه دو سه تا بازیکن رو دریبل میده، تو محوطه جریمه زمین میخوره. داور پنالتی گرفت و اصلا هم نمیخواست سراغ وی ای آر بره، ولی مسی گفت خطا نبود و اصرار داشت بازی ادامه پیدا کنه و همین طور هم شد. اونجا بود که همه فهمیدن برای مسی خیلی چیزا مهمتر از بردن تو مسابقه فوتباله. تو سال 2015 تو بازی بین روم و بارسلونا، وقتی لوئیس سوارز اولین گل بازی رو به ثمر رسوند، کاری که مسی کرد همه رو متعجب کرد. در حالی که همه تیمش داشتن خوشحالی میکردن، مسی رفت به بازیکن مصدوم روم یعنی لوکا دینا برسه و بعد از این حرکت تحسین برانگیز، سال بعدش لوکا دینا به بارسلونا پیوست. تو بازی مقابل کورتوبا، وقتی بارسلونا با 8 گل این تیم رو در هم کوبید، وسط بازی نیمار پنالتی میگیره. مسی تا اون موقع 2 تا گل زده بود و دوره ای هم بود که رقابت سختی با رونالدو برای بردن کفش طلا داشتن. نیمار خواست توپ رو به مسی بده، ولی مسی قبول نکرد و گذاشت خود نیمار پنالتی رو بزنه. برای مسی اعتماد به نفس همتیمیش یعنی نیمار خیلی مهمتر از توپ طلای خودش بود. نیمار در این مورد میگه: من هیچ وقت جزئیات این کارش رو فراموش نمی کنم. من هر روز چیزهای زیادی از مسی یاد میگیرم، هم از فوتبالش و هم از شخصیتش. یکی دیگه از کسایی که اخلاق خوب لیونل مسی رو دید، خاویر ماسکرانو بود. تو سال 2017 وقتی تو فینال کوپا دل ری مصدوم میشه و مجبور میشه زمین بازی رو ترک کنه، آخر بازی از کنار زمین هم تیمیاش رو میدید که داشتن خوشحالی میکردن و تنها کسی که اومد کنارش لیونل مسی بود. همه این داستان ها نشون میدن که مسی چقدر تو زمین شخصیت فوق العاده ای داره. ولی این شخصیت فوق العاده تو زمین خلاصه نمیشه. تقریبا همه دنیا میدونن که مسی تو بچگی مشکل هورمونی داشت و خیلی عقیده دارن همین مشکل هورمونی باعث شد تا به موفقیت های امروزش برسه. برای همین مسی تصمیم گرفت برای مشکلی که داشت کاری انجام بده و اینطور شد که هزینه کل بیمارستان یک بچه مراکشی به نام والید کشاش که بیماری مشابه با بیماری خودش رو داره رو قبول کرد. با کمک مسی، رویای فوتبالیست شدن والید ممکنه به واقعیت تبدیل بشه. حمایت مسی از بچه‌ها به اینجا ختم نمیشه. تو سال 2017 برای بازی مهم مقدماتی جام جهانی، مسی وارد اوروگوئه میشه. وقتی میخواست به هتلش بره، یه پسر جوون برای اینکه باهاش عکس بگیره، همه رو کنار زد و اومد پیشش. بادیگاردا اون پسره رو گرفتن و نذاشتن به مسی برسه، ولی مسی اومد جلو و بغلش کرد و یه سلفی خوشگل هم با اون گرفت. اگه بخوایم کارهای انسان دوستانه مسی رو مرور کنیم، شاید ماها زمان لازم داشته باشیم. ولی چه طرفدارش باشین چه نباشین، باید بدونین مسی یکی از با اخلاق ترین بازیکنان دنیای فوتباله. شاید همین ویژگیش دلیل اصلی این همه موفقیت هایی است که به دست آورد.